خب نتیجه خیلی خوبی بود، راضی کننده بود و قبلش من جا داره این برد تقدیم به تک تک هوادارامون بکنم، با اینکه اینجا نبودن ولی واقعا حضورشون رو احساس میکردیم، اینکه دلشون با ما بود و انشالله مبارکشون باشه این 3 امتیاز. همچنین تقدیم میکنم این برد و از طرف خودم و بچه ها و همه کادر به محمد انصاری عزیز که متاسفانه به خاطر مصونیتش در جمع ما نبود و تک تک بازیکنها دوست داشتن که در کنارمون بودن و میتونستیم از ایشون استفاده کنیم، ولی خب در صورت این اتفاق تلخ براش افتاد، براش آرزوی سلامتی داریم. خب نیمه اول فکر میکنم نیمه خیلی خوبی بود برای ما، تونستیم گل بزنیم، دو سه تا موقعیت خیلی خوبم تو ضد حملات خصوصا داشتیم و تو انتقال به حمله تونستیم موقعیت خوبی به دست بیاریم. تو نیمه دوم فکر میکنم که خب تیم پیکان یه مقدار انتحاری تر بازی کرد با حملات زیادی و توپای بلند زیادی، سعی داشت که زود به دروازه ما برسه. بازی رفت توی فازی که در صورت توپای دوم و سوم میتونست تعیین کننده باشه. گل دوم رو خیلی به موقع زدیم و بعد از گل دوم فکر میکنم یه مقدار بچه‌هامون راحت‌تر شدن، تونستن بازی رو هم کنترل کنن و به گل سوم هم دست پیدا کنیم و زادر اینجا دوباره از یه بار از همه بازیکنام تشکر کنم، خیلی با اینکه اولین بازیشون بود خیلی سخت بود بعد از فکر میکنم 100 روز مسابقه و دور بودن از شرایط مسابقه، خیلی شرایط سختی رو امروز تحمل کردن، خیلی به تک تکشون خسته نباشید میگم و خدا قوت و بازم خدا رو شکر که تونستیم این 3 امتیاز رو کسب کنیم. در خدمت شما هستم. سوال هست؟ آیا هم از آسیب دیدی های امیری پرسیدن؟ خب وحید فکر میکنم که به خاطر کشیدگی عضلش یه چند هفته ای اون چیزی که من حالا دکترها گفتن فکر میکنم که چند هفته غایب باشه برای مسابقات. مهتی هم خب پرتلاش داره شد، گلای خیلی قشنگ و زیبایی زد، جوان خوبیه ولی خب باید تمرینات بیشتری داشته باشه، پرتلاش تر از قبل باشه، هنوز جا داره برای اینکه بازیکن بهتری بشه. امیدوارم که این گلایی که زد امروز باعث نشه که مغرور بشه و خدا نکرده بخواد تو کارش خلل ایجاد کنه. تمرینات خیلی خوبی رو تو این مدت هم با ما گذروند و نشون داد که جوان شایسته ایه. و راضی بایم که الان دو تا از مدعی ها استقرار و تردار شکست کنن، نظرت نظر ادامه چیه و پیش میکنه از ادامه مسابقه؟ من به بازیکنام گفتم اصلا فکر این که تیمای رقیبمون چه نتیجه میگیرن اصلا از سرشون بیرون کنن، ما یه مأموریت داریم اونم بردن بازی بعدمونه که از الان از فردا فکر میکنیم راجب شهرداری شاهین شهرداری بوشهر که خب در صورت اونم مثل همین تیم امروز خیلی پرتلاشه، تیما دیگه توی شرایطی نیستن که خیلی راحت امتیاز از دست بدن. امروز هم پیکان رو دیدیم، خیلی تیم خوبی بود، من تیم خوبی دیدم و اون شکل فنی که از تیم پیکان دیدم با جایگاهی که داره واقعا متفاوته، میتونه جایگاه بهتری رو در بازی آینده به نظرم به دست بیاره، امتیازه بیشتری رو کسب کنه. آخرین سال بازی آقای پیرامان پرسیدن ممکن آخرین بازیش بوده سوپر سوپریست؟ والا این سوال ها زیاد ازم میپرسن، بازم میگم که من از شرایط بیراما واقعا اطلاع دقیقی ندارم ولی میدونم تا 11/4 با ما قرارداد داره، با موقعی که قرارداد داشته باشه در اصلاحات از ایشون استفاده میکنیم. جا داره اینجا هم از آقای
زاهدی فر و تیم داوریشون تشکر کنم. فکر میکنم که خیلی خوب مدیریت کرد و مسلط بود به کار. بالاخره بعد از مدت ها داوری کردن هم مثل فوتبال بازی کردن به نظرم سخته. تبریک میگم بهشون به خاطر داوری خوبشون.